بسیج عظیم، پیمرد و کاوشی وسیع و پیکاری حراسناک به خاطر الماس 33. از همان آغاز ورود جان خانم لیندا لرکیس در خطر بود، اما علتی داشت که او خود را آماج کینا قدم به تهران نهاده بود. عمال ساکس و لافیا در پیش بودند و او هر گامی که به جلو می نهاد لحظه‌ای به قتلگاه خود نزدیکتر می شد. ولی این آغاز ماجراست یا پایان آن؟ بریگر از من چیزی دستگیرتون نمیشه، فرمول پیش لافی هست. دشمن الماس های ما برزاده پروفسور بلانس مامور CIC همکار ساکس های خوک سفرد. از شما به من دروغ گفتیم، خیانت کردیم. به این قوغا و طوفان که الماس 33 مسبب اصلی آن بود، پای جوان دیگری نیز خود به خود شد. الماس 33 و سپس بالهای خطر و مرگ بر بالای سر او گسترده شد، چه در زیر گنبدهای نیلوفری اصفهان، چه بر پشت بامهای تهران در هم آشفته، و چه در دهلیزها و زوایای اماکنی ناشناخته. و عشق تنها مشبق او به پوییدن این وادی پر التهاب بود. الماس 33 تنهایی نمیتونی باشون جنگ کنی؟ پلاوت تو باز کمکم کنی. آره کاملا نو و با طنزی عمیق و دلپسند، این اثر استثنایی سینما ایران از مراحل فکر به مرحله تکوین رسیده است و اکنون بر روی پرده ها نقش نخستین شاهکار سینمایی میهن ما جلوه می کند. الماس 33 زجون لباستو درار، مگه نمی خواهی همون کنی؟ چرا خواهد همون کنی؟ این چی از جیب تو افتاد؟ رضا فاضلی راهبر این ماجراهاست به نقش مردی آرام که حوادث از او قهرمانی بی آرام می سازد. نانسی کوبک بازیگر توانای هالیوود که با شرکت در فیلم هایی چون جیسون و آرگوناتا و صدا خفکان ستاره محبوب گشت، در ماجراهای عجیب این فیلم غوطه می خورد. تقی ظهوری با هنر بی نیاز از توصیف و با خصائص همیشگیش شخصیتی جدید ارائه می کند. مردی اسیر و گرفتار و دوستدار زنان در رأس یک سازمان بزرگ. کنعان کیانی با قدرتی عجیب به نقش رئیس سازمان لفیا همراه با طلایی، هاشمی، نادره، تقدسی، حسن شاهید، مارینا، متین، شیراندامی، گیزلا ناکس، فراهانی، قفاری، مرسی، صابر آتشین و چکایون. در تاریخ سینمای میهن ما پس از گذر 20 سال نام یک شاهکار اصیل ثبت می شود. الماس 33 بسیجی عظیم، پیگرد و کاوشی وسیع و پیکاری حراسناک به خاطر الماس 33 به کارگردانی داریوش